شما هستیم در ادامه برنامه اربغان صبح. بسیار تشکر از اینکه ما را همیشه همراه هستین در این بخش برنامه. البته در بخش اول برنامه امروز مهماندار هستم، مهمان بسیار خوب داریم که در رابطه با معلولین عزیز ما صحبت های بیشتر می داشته باشیم که چه مشکلات دارن و چقدر از اونا کار صورت گرفته، با اونا زمینی کار مساعد هست که بتونن کار بکنن. مهمان عزیزم روح الله فرهمند هستن. سلام صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. سلام صبح شما بخیر، هر سلام دارم خدمت شما و تمام بینندگان شما. سو تشکر، ممنون و حضورتان، خوشحال هستیم که امروز شما رو در برنامه با خود داریم. تشکر. بخیر باشیم. قسمی که در ابتدا هم یاد کردیم، امروز می‌خوایم در رابطه با معلولین عزیز ما صحبت های بیشتر داشته باشیم. امروز روزشون است، میشه کم بر ما از اونا هم صحبت داشته باشیم. تشکر. خب در آغاز ما فرارستن 3 دسامبر روز جهانی افراد دارای معلولیت را و تمام معلولین افغانستان و قهرمانان و مدافعین خاک تبریک عرض میکنم. و ضمناً شما میدانید که روز 3 دسامبر از طرف سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی افراد دارای معلولیت انتخاب شده و در سراسر جهان از این روز به شکل بسیار گسترده و شاندار تجلیل میشه و در این روز فرصت خوبی است که بازنگری شود روی چالش های معلولین و همچنان شناسایی شود فرصت های معلولین و در زمینه راه حل های ارائه شود و در این حال یک زمینه ای را برای زندگی خوبتر معلولین فراهم بکنند. بسیار خوب، آرزومند هستیم که امروز هم بتونن به خوبی و خوشی سپری بکنن. امروز گفتین تدلیل میشه، از این روز در کجا تدلیل میشه؟ جای مشخص یا مکان مشخص گرفتن؟ وزارت دولت در امور شهدا و معلولین قرار بود یک محفل بسیار کلان را ترتیب بده در این روز 3 دسامبر با حضور رئیس جمهور، اما به دلیل مصروفیتی که برای جمهور پیش آمد برنامه ما به تعلیق رفته و انشالله از تای 2-3 روز که رئیس جمهور فرصت پیدا بکنه حتما به شکل گسترده ما تحلیل خواهد کردیم و در ولایات وزارت شهدا و معلولین با حضور مقام ولایت از این روز تحلیل میکنه و با حضور معلولین عملا ادامه داره تحلیل. بسیار خب، امروز در بعضی از ولایت ها قسمی که یاد کردین امروز تحلیل میشه. بله. خب از مشکلات معلولین عزیز ما میشه بر ما بگین که چی مشکلات دارن، چی چالش هایی دارن؟ خب شما قبلا هم خیلی کوتاه اشاره کردین. خب بدون شک شما میدونید افغانستان یک کشور جنگ زده است، سالهای طولانی است که یک کشور جنگ وجود داره و بدون شک تمام مردم افغانستان به نوعی از این جنگ آسیب پذیر بوده و دارای مشکلات زیادی هست و معلولین در این قسمت هم بدون شک دارای مشکلات زیادی هست. از جمله اونا زمینه دسترسی به کار را نداره، اکثریت معلولین امروز بیکار هست و چالش دیگه ای که از معلولین به طور درست نمیتونه به دسترسی به نهادهای آموزشی و تحصیلی داشته باشه و همچنان معلولین دسترسی به اماکن عامه نداره. این اماکن عامه، تعمیرات، ساختمان ها در افغانستان طوری ساخته شده که افراد سالم میتونه از او استفاده کنه ولی معلولین متاسفانه نمیتونه از او استفاده بکنه و همچنان در مجموع فرصت های زندگی کمتر برای معلولین فراهم هستن. بله، پیشنهادم کردن که باید به معلولین مد نظر بین قسمی که یاد کردیم ساختمان هایی وجود دارن که فقط کسایی که سالم هستن میتونن اونجا برن یا کاری که دارن. بله. کسایی که معلول هستن اصلا نمیتونن داخل اون ساختمان شن بخاطر اینکه نمیتونن برن. حالا شما پیشنهاد کردین که با اونا هم باید یک کار صورت بگیره تا اونا هم بتونن جایی که میخواین برن خیلی راحت بتونن برن. بعضی از مغازه هاست که نمیتونن اونجا برن. بله. دقیقاً وزارت دولت در امور شهدا و معلولین با شاروالی کابل تفاهم نامه را امضا کرده. بر اساس این تفاهم نامه شاروالی کابل موظف است که زمینه دسترسی افراد دارای معلولیت را به اماکن عامه باید فراهم بسازد و اونا متعهد است که بعد از این بلند منزل ها ساختمان هایی که ساخته میشه مجهز با مبلمان شهری تهیه شود تا معلولین به آسانی بتونه به تمام دفاتر و ادارات دسترسی داشته باشد. بسیار خوب. کسایی که معلول هستن اونا حتما حرفای دارن بگفتن، حتما حرفای به شما هم گفتن که واقعا چی میخواین، اونا چی میخواین، از حرفای دل از اونا برام میشه کم بگویید. خب بدون شک معلولین، هیئت رهبری وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و به ویژه وزیر صاحب به طور مداوم با نمایندگان معلولین میبینه و وقت نا وقت مشکلات اونا را هم میشنوه و بیشتر معلولینی که مراجعه میکنه اونا ایره میخواهد که برایشان زمینه کار فراهم شوه، زمینه تحصیل برایشان فراهم شوه و حقوقشان به موقع پرداخت شوه
و همچنان سایر تسهیلات زندگی را باید بر اونا فراهم بسازند. و همچنان چیزی که پیشتر هم یادآوری کردیم، زمینه دسترسی اونا به اماکن عامه فراهم شود که وزارت دولت در امور شهدا و مولین متعهد است که تا بتونه اندک اندک به تمام خواسته های معلولین رسیدگی بکنه. کسایی که معلول است گفتین ماش هم دارن، اونا با سر وقت پرداخته نمیشه؟ خب وزارت دولت در امور شهدا و معلولین مطابق پروسیجرهای اداری هست تلاش کرده که حقوق معلولین را به موقع پرداخت بکنه. حتی در سال 1399 با شیوع ویروس کرونا وزارت در واقع پیش از وقت با تعدیل بودجه حقوق تمام معلولین را بدون اینکه در نظر داشتیم و تکمیل و پروسیجر اداری پرداخت کرده. و همچنان اکنون هم در کلگی ولایات به اکثریت معلولین حقوقشان پرداخت شده. اولین خواستشان همی است که از اونا زمینی کار و زمینی تحصیل مساعد شود که متاسفانه هنوز مساعد نشده. حالا به نظر شما چی پیشنهاد میکنید که با اونا هم زمینی کار مساعد شود و هم بتونن تحصیل داشته باشد؟ خب وزارت دولت در امور شهدا و معلولین به عنوان رهبری کننده افراد دارای معلولیت در این زمینه تلاش های زیاد را انجام داده. از جمله صرف بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که ما با کمیسیون اصلاحات اداری داشتیم، یعنی در واقع در تمام ادارات باید 3% کارمندای تمام خدمات ملکی باید افراد دارای معلولیت باشه. این پروسه استخدامش عملا آغاز شده، یعنی تمام ادارات مکلف است بر اساس اتفاقنامه 300 افراد دارای معلولیت را باید جذب بکنند. یعنی یک فرصت خوب است برای معلولین که باید اداره جذب شود. و همچنان ما تفاهم‌نامه های زیاد را با دانشگاه های خصوصی به امضا رساندیم که بر اساس این تفاهم‌نامه زمین تحصیل در تمام دانشگاه ها بر افراد دارای معلولیت فراهم میشه که عملا تعداد زیادی از معلولین اکنون در حال درس خواندن است و در دانشگاه های خصوصی کابل فراهم شده. و همچنان در ولایات هم تلاش در بسیاری ولایات فراهم شده و در سایر ولایات که هنوز فراهم نشده تلاش جریان داره که برای اونا هم یک زمینه تحصیلی و آموزشی خوبتر فراهم شود. ان شاء الله. اول مهم هست زمینه کار باز اونا مساعد شوه، یک زمینه تحصیل. مطمئن هستم تحصیل مهمتر هست. اگر نه تحصیل نداشته باشن نمیتونن به جای برن کار بکنن. بدون شک. همچنان زمینه برای افراد غریب کار، افراد دارای معلولیت، ما بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با شهرولی کابل داشتیم در شهر کابل 900 غرفه برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده و این غرفه ها در تمام نواحی شهر کابل توزیع شده که افراد دارای معلولیت باید در این غرفه ها کار بکنه و امرار معیشت بکنه. آرزومند هستم که زمینه کارم برای اونا مساعد شود. خب امروز که روزشان از جدا از اینکه کسایی که در رأس هستند برای اونا برنامه میگیرن، کدام برنامه مشخصی دارن که بعضی ها شخصی میگیرن؟ برنامه مشخص به خاطر معلولین دارین؟ خب اونا مربوط خودشان، اگر برنامه شخصی بگیره اونا مربوط خودشان است. اگر از وزارت دولت در امور شهدا و معلولین نماینده دعوت بکنه حتما در برنامه اونها شرکت خواهد کرد، صحبت خواهد کرد، از دستاوردهای وزارت، فعالیت‌های وزارت و در این حال پلان‌هایی که برای اونا داره در اونجا ارائه خواهد کرد و همچنان خواسته ها و مشکلات اونها را بیشتر خواهد شنید. خب وزارت دولت همونطور یادآوری کردم قرار بود که برنامه را به امروز تجلیل بکنه، در امروز برنامه ریزی شده بود. خب برای دفعتن برای رئیس جمهور کدام مصروفیت پیش آمد که برنامه ما تاخیر رفت. انشالله تا دو سه روز آینده این برنامه در هر ریاست جمهوریت من تجلیل خواهد شد. این برنامه دیگه هر سال تجلیل میشه؟ خب نه، قبلا به شکل بسیار متساده تجلیل میشد. اکنون که وزارت دولت در امور شهدا و معلولین مستقل شده از پارسال، یعنی سال 1398، عملا به شکل بسیار رسمی هم تو شاندارش تجلیل آغاز شده است. بله، در این برنامه حتما دیگه کمک نقدی هم به معلولین صورت میگیره؟ همچنان حرفایی که دارن بگفتن حرفاشون هم حتما 100% میشنونده؟ نه، خب کمک های نقدی اما امتیازات خود شهدا و معلولین مطابق هم پروسیجر اداری که از به اونها توزیع میشه اینجا کدام جوایز چیزا در نظر گرفته نشده. اما در این برنامه یک سری فرصت هایی که برای افراد دارای معلولیت خلق شده، از جمله کسایی که صنایع دستی داره برایشان فراهم شده بیاین به اونجا نمایش بده و همچنان سایر مهارت هایی که داشته و داره عملا با اونا هماهنگی شده باید بیاد اونجا به نمایشگاه نمایش بده. و همچنان خیلی افراد دارای معلولیت شما میدانین خیلی توانمندی ها داره، یعنی خلاقیت هایی از خود دارن و همچنان ابتکاراتی داشته
و یا همچنان طرحهایی دارن، از اوها هم خواسته شده که در این برنامه شرکت بکنه و داشته های خود را به نمایش بگذاره و همچنان تا بتونیم از داشته های اونا، خلاقیت های اونا استفاده درست شه. دقیقاً اونا هم کسانی هستن که خیلی تلاش میکنن و کار میکنن، میخوان به یک جای برسن. بله. خب پیام گفتن شما به اونا چی هست؟ خب پیام ما به افراد دارای معلولیت ای است که 3 دسامبر فرصت خوبی است برای یک دادخواهی گسترده. اونا باید با هماهنگی ادارات مربوطه تلاش بکنه در این روز برایشان یک فرصت درست خلق بکنه و تا بتانم وضعیت زندگیشان بهبود پیدا بکنه، زمینه کاریابی، زمینه تحصیل و همچنان دسترسی به سایر تحصیلات باید برایشان فراهم شه. اونا از نزدیک با وزارت دولت در امور شهدا و معلولین کار بکنند تا بتانیم با هم مشکلاتشان حل بکنیم. آرزومند هستیم که همین گونه شود. شما گفتین از وضعیت زندگیشان، میشه از وضعیت زندگیشان بگین وضعیت زندگی اونا چطور هست؟ خب وضعیت زندگیشان خوب است، ولی بدون شک مشکلات وجود داره. همونطوری در اول گفتم بیکار هست، مشکلات فقر هست، معلولین شما میتونه ممکنه مشکلات روحی روانی داشته باشه و اینا در مجموع مشکلاتی هست که افراد دارای معلولیت داره. شاید زمینه برای دسترسی به اماکن صحی به اونا وجود نداشته باشه، یا اگر داشته باشه ممکن همو هزینهش نداشته باشه. اینا مشکلاتی هست اونا داره. خب ما خوشبختانه برای افراد دارای معلولیت تلاش داریم که یک مراکز توانبخشی بسازیم که اونا عملا همو باز توانایی خود را پیدا بکنند، که در کابل هم مرکز توانبخشی پیامبر اعظم عملا کارش را شروع کرده. افراد دارای معلولیت میتونند اونجا مراجعه بکنه و تداوی شه. انشالله آرزومند هستم. بسیار تشکر از پیام اگر داشته باشین بازم خیلی کوتاه به مردم ما. سلامت باشین. بخیر باشین. ممنون از اینکه اومدین، لطف کردین. تشکر از شما. تشکر از همراهی شما خوبانم. آرزومند هستم بخش برنامه ما رو چند تا قرار گرفته باشه تا یک مارم همراهی بکنین. تا ساعت 9 در خدمت هستیم با بخش بسیار خوب و جالب. حال هم وقفه داریم.